شیون آهوی مادر بیشه را بیدار کرد همه جا و هم همه شد یک سوال در آن میان آشکار وای چه پیش آمد چه شد و جوابی تلخ و سنگین ناشناسی کفتار در میان شب تار پیکر بچه آهو را درید بیشه در بخت و غم و ماتم شد و به دلداری مادر کوشید اندکی بعد ما همه باز در خواب شدند و سکوتی مبهم چادرش را به سر بیشه کشید آهوی بیچاره پیش شیر رفت به حق و فریاد رسی شیر قول داد که پیگیر شود هفته بعد ما بیشه از شیون آهو و گوزن و خرگوش به خروش آمده بود. گله کفتارها پیش چشم مادر بچه ها را کشتند. وحشت از چشم همه پیدا بود نفرتی در سینه و غریبی آشکار. ساکنان بیشه در بیم و حراس و پر از خشم و غضب راهی خانه آن شیر شدند گرگ ها چوب به دست همه را در یک صف یک به یک به حضور آوردند تا که بسیار سنا گفته کمی هم به ادب شکفه کنند وعده ها میداد شیر همه خوشرنگ همه تازه و اهالی دلخوش بار دیگر بیشه در خاموشی و خواب و سکوت رنگ بیشه اما زردی و سرخی پاییز گرفت گرگ و کفتار به هم آمیختند خونه بسیار کسان را ریختند بیشه قرمز شده بود ناله و شیون و فریاد هر سو برخواست همه زخمی، همه دل سرد، همه دلها پردرد بار دیگر به مدد خواهی بر شیر شدند ناگهان درد فزون شد حیرت و حسرت و قوقا و جنون شد وای این چه واویلایی شیر کجا بود که کفتاری به پوستین و ردایی بیشه بر خود لرزید رشته خواب برید اهل بیشه دیدند چاره کار به دست خودشان است نشیر اهل بیشه همه بیدار همه یک دل همه یک سو که به جان یاران یا به چنگ و دندان یا لگدهای پران بیشه را پاک کنند پس از آن بار دیگر بیشه سبز پر از آرامش و اهالی همه در آسایش نزد کفتار نشان نکه گرگی در میان این چنین پاک به باید بیشه ما یارا